می رفتیم به تماشای کلای کرنگی، سومین کلای نیک شهر. کوچه پس کوچه ها خاکی، تپهی سنگلاخ، سنگ ها سیاه. بالای تپه قبرستان و لابلای قلب سنگ ها سفال های شکسته. گوشه و کنار حاشیه سفال ها لعاب، آبی فیروزه‌ای و زعفرانی و پوست فندقی. دور تا دور قله تپه دیوارهای سنگی مسلط به نخلستانها و خانه‌ها و کپرها. 2 متری بود پهنای دیوارها. وسط حیاط قلعه چاه و سنگچین بود. دور توقه چاه و ردیف سنگ‌ها می‌رفتند پایین چین چین. زاویه چاه قنات بوده است، حراب شده. غازی موسی به ما گفت وقتی قنات تعمیر می کردیم دیدیم لوله هایی از قنات می رفت به چاه کرنگی که اگر کلا محاصره شد آب کافی داشته باشد. کنار چاه 2 درخت، تنه ها و شاخه ها پینه بسته شکسته. آن یکی درخت پیر است، کهن است، خوراک شتر است. این یکی درخت زیرک است، برگهاش می جوشانند، در شیر می هرند. میوه دهد، میوهش شبیه زرشک است. مقاوم است درخت، 20 سال باران نبارد می ماند. چه کسی می نشست در کلا؟ کلای کرنگی دست حکام کلای رودسر بود. توضیح: کرنگ یعنی تپه. ملک ها، بلیدهی ها، شیرانی ها حکومت می کردند در کلا. 150 سال پیش عظیمهان بلیدهی آمد نشست در یک اتاق قلعه. حالا حرام شده اتاق. به حسین خان شیرانی گفت ما سهم داریم از نیک شهر، نصف کلا ده به ما. حسین خان شیرانی راضیش کرد برود هیچان، حکومتی هیچان شود. عظیم خان بلیدهی که مرد، عیسی خان مبارکی گفت زر من بلیدهی است، سهم دارم در هیچان، ارث و میراث میبرم. از آن وقت 100 سال پیش هیچان افتاد دست مبارکی ها، قبلش بلیدهی بود. آمدیم پایین از قلعه کرنگی، چشمنداز سرسبز نخلستان ها و اخرائی خانه ها و کپرها، موجهای پیدا و ناپیدای آب رودخانه ها. ماند همچنان برای دیوارهای سنگی، تکه تکه مثل سنگواره آدم ها، چون باتمه زده بودند دور تا دور قله تپه. خداحافظی کردیم با حضرت عطا محمد شریف. راه افتادیم، رفتیم و سری زدیم به ویرانه کلای رودسر، آن طرف رودخانه، روبروی کلای کورکلات. سر تا سر تپه پوشیده بود از سنگچین گورها، شرقی غربی. چوپان دیروزی را دیدیم، نشسته بود روی تخت سنگی، دور و برش 10-12 بز و بزغاله. نوک علفهای تازه رسته را می کشیدند بیرون، از لابلای سنگستان گورها می جویدند. برخاست، آمد جلو، حفره ای را نشان داد میان ریگها و گفت خانه بود، حراب شده. خانه چه کسی بود؟ خدا بدان. اطراف قلعه کوه است، این همه گل از کجا آوردند، خشت زدند، این همه دیوار ساختند، این همه خانه ساختند. اشتری رفت هوا، بمبی انداخت میان دریا، گل رفت هوا.
کدام دریا؟ دریای زربار. پس این گلها مال دریای زربار است؟ اشتری رفت هوا، بمبی انداخت اشتر میان دریای زربار، گل رفت هوا، افتاد اینجا روی تپه چهل دختران. ها. فصل 26، آخرین فصل جلد 3. گفتیم حالا که تا اینجا آمده ایم، به جای برگشتن و رفتن به دره سرباز برویم طرف پیپ. همینطور که می رویم سری بزنیم و سیری کنیم در آبادی جاکس، زادگاه واجبک، پدرزن قاضی شرع پیپ، و احوالی بپرسیم از ملای جاکس. سمت چپ طرف جنوب می رفت جاده به چابهار، بیابان و بیابان، خطوط متقاطع خشکاب‌ها، ریگزار و ریگزار و آفتاب، مثل ریگ و به شمار ریگ، زمین ریگزار و آسمان ریگزار، زمانه ریگزار، ریگزار وسط راه، دروازه جهنم، دو ستون رسوبی، ماسه و شن و قلوه سنگ، ستونها دو طرف جاده، و معلوم نیست این طرف دروازه است جهنم، طرف نیک شهر و بمپور و ایران شهر، شمال مکوران یا آن طرف دروازه، طرف چابهار و دریا جنوب مکوران، یا دو طرف و دروازه عد وسط ایران شهر جهنم، نزدیکی های چابهار، آبادی مومان و اهل آبادی بیشتر، موها وزوز، لبها لب لانجین، سر تا پا سیاه. میگویند قوم و خیش هستند با میدهای چابهار. هنگام چیدن خرما میروند به پیپ و اسپکه و لاشار، و هنگام صید ماهی میروند به چابهار. صحرایی و دریایی، قناتی داشتند و کرتکی، گندم و باقلا، بز هم داشتند، هر خانوار دو تا سه تا. همین دفعه که می رفتیم به چابهار، وقتی رسیدیم مومان، در اهتزاز بود علم باد. سی روچ است، گوات است، توپان است دریا. یعنی سی روز است که باد است، دریا توفان است. می رفت باد طرف دریا، اتراق می کرد در مومان، بر می گشت از دریا و می رفت طرف صحرا، باز اتراق می کرد، می افتاد شبی روزی در مومان. دریا، صحرا، سپید یا سیاه، فرقی نمی کنه برا باد. درخت کهور می گفت کهنسال، روز می شد 10 بار سر و شاخ می شد با باد، ریخته بود پشم و پیلیهاش، ولکن نبود، وا نمی داد، ورجه ورجه می کرد باد همچنان روی چینه های گلی دیوارها، پرچینها همه بته های خار، گرداگرد کردها زوزه می کشیدند، شکلک در می آورد، زوزه می کشید، شکلک در می آورد. چی میخواد باد؟ قاقا میخواست باد. مومانی ها را بگو آمدند، خانه بستند. کجا؟ درقی دستنداز، قژقژ فنرها، گرد و خاک. نفهمیدیم کی پرسید، کی جواب داد، شرجیه یا آفتاب؟ کجا؟ چابهار. راننده میپرسید همیشه وقتی می گذشتیم از حوالی مومان، حکایت شانس است و اقبال. شانس می آورد ماشین، آفتاب بود چابهار. شانس نمی آورد ماشین، شرجی بود چابهار.
نصیبی داره و قسمتی، چه اتول چه آدمیزاد. خبر داشت از دل ماشین راننده، میدانست مشغول چه فکر و خیالاتی است ماشین نزدیکی‌های چابهار. حالا داشت میرفت ماشین طرف جنوب. کمرکش‌های تنگ سرهه بودیم، کوها فرسوده، هری می‌ریختند پایین به یک باد، به یک صدا، و آفتاب که هم باد بود و هم صدا به اخرایی می‌زدند، اخرایی روشن، یال کوها آبی فیروزه‌ای بود، آسمان مثل گنبد آبی، روی دیوار کوها کف تنگ جریان پیچ در پیچ آب، روشن و آفتابی. جاده شوسه وسط سراشیبی یال کوها، پشت هر پیچ و فرو رفتگی تنگ بشکه های پر آب، کلنگ و بیل و فرقان، پایگاه کارگران راه و بیل و کلنگ برای لحظه مبادا، پاسگاه ژاندارمری تنگ، آبادی هیچان و جاده. صدای ماشین گاهی کم گاهی زیاد. میرسیم. رسیدیم. چه این طرف دسته چه آن طرف دسته، هر دو طرف دسته آبادی جاکس. کوچه خاکی، خانه ها گلی و خشتی، دیوارها پرچین های خار و شاخه های خشک و حلبی. دور تا دور حیاط خانه ها کپر و کپر، کپر کپر کپر، ردیف پشت سر هم. آن طرف کپرها چینه های گل، اتاقی گل و خشتی و دری چوبی. سمت چپ کوچه تکه تکه دیوارهای خشت و گل، میان دیوارها پرچینها، نی و لحاف پاره، شاخه های خرما، حسیرهای پاره پاره، پلاستیک، ملامین، پیتهای حلبی زنگ زده روغن نباتی، سنگ و قلب سنگ. خانه آقای دانش، حیاتی خاکی، دو اتاق روبروی هم، این طرف حیات و آن طرف حیات. رفتیم و نشستیم. کف اتاق حسیر و قالی ماشینی، دیوارها گچمالی و تاق اتاق کنده‌های خرما و حسیر. صاحبخانه و ملای آبادی، ملا دانش. چند قنات دارد آبادی جاکس ملا؟ 3 قنات. قنات جاکس، قنات خوشمکان، قنات چلوک دان. تقسیم آب به بیل است؟ ها، آب قنات چاکس 4 بیل آب است، ساعتی 4 تاس است، هر بیل 48 تاس است، 48 تاس برابر است با 12 ساعت، 24 ساعت 2 بیل است، 14 بیل در هفته دور زند، طلوع تا 11:30، 11:30 تا غروب آفتاب، زمستان شب از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب. چون شب طولانی تر است، کسی که نصف بیل آب دارد 1 هفته شب سهم برد، 1 هفته روز سهم برد. مثلا من سهم آب دارم 1/2 بیل، 1/2 بیل برابر است با 6 ساعت، 24 تاس. 1 هفته شب آب میبندم، 1 هفته روز. میراب مشخص ندارد، هر روز 1 نفر آب بهر کند. زراعت آبادی گندم بود و جو و بانکلیک و باغها، نهلستان و مرکبات. مرکبات خوب محصول می دهد؟ بد نیست. پرتقال تامسون داریم، شیرین است. توسهر داریم، نارنگی داریم. راه افتادیم، می رفتیم به تماشای باغها. مسیل رودخانه ای خشک، پشت آبادی مملو ماسه و شن. دو طرف مسیل
نخلستانها، دور تا دور نخلستانها پرچینها، سه چهار ردیف سنگ لاشه، روی ریگ و شن مسیل و روی سنگها توری سیمی. بین چهاردیواری نخلها کردهای جو و گندم و باقلا و سبزی و گوشه هر نخلستان حائل نخلها درختهای پرتقال و نارنگی و نارنج تنگ هم. پیچیدیم سمت راست، کوچه باقی باریک و پیچ در پیچ، دو طرف کوچه چپرهای توری سیمی و شاخه های خرما، وسط کوچه جوی آب و آب به رنگ خاکستر میزد به کبود، ارتفاعی خاکی و بالای بلندی ماندابی پر آب. با آب گنات وقتی زیاد است پر می کنند، بعد با آب گنات با هم جاری می کنند، زیاد شود زور آب کرد تا زودتر آب یاری شود. یک چاله حوض گلی بود منداب، قناس اندر قناس، از یک طرف آب قنات می ریخت توی چاله حوض و از طرفی دیگر خارج می شد آب، انعکاس تمام یک نخل روی سطح آب، نخل در آفتاب و انعکاس نخل و آفتاب روی آب، مثل اینکه آفتاب در آب می تابید به نخل. رسیدیم به مظهر قنات جاکس، دور تا دورش سه طرف دیواری گلی کوتاه و پت و پهن، بین دیوارها میان بستری سنگی جاری بود آب، مشغول شستن دیگ و دیکچه بودند زنها و رخت و پخت، سیاه بود آب. زنها و مردها همینجا آیند حمام، خودشان شویند، ظرفشان شویند، رختشان شویند، بچکهاشان شویند. بساط هر دنبیلی دارد گنات، روزی سه چهار بار بزن و اشکن، سر برداشتن آب خوردن. بچه های ما نصف شب آیند آب بردارند، وقت دیگر نگذارندشان. فاضلاب آمیخته با مدفوع تکه تکه بیرون می آمد از سوراخ‌های گلی پای دیوار خانه ها، گرداگرد آب نمای قنات می لغزید و می سرید طرف چاله سنگی مظهر قنات. یک سنگ راه آب قنات بسته است، دو افغانی قرارداد بستند روند سنگ هرد کنند، رفتند پایین کمپرسور گذاشتند، سنگ ترکید افتاد رویشان، مردند هر دو، سنگ ماند ته چاه جلوی آب. می رفتیم به تماشای قنات خوشمکان، افتادیم توی جاده، سمت چپ جاده روبروی آبادی سه چهار دکان بقالی نشسته بودند روی زمین، تکیه داده بودند به در دکانها، نگاه می کردند به جاده دکاندارها. پشت مغازه ها گوشه بر بیابان اتاقی سنگی و سیمانی، پرچم و زلمب و زیمبو آویزان به دیوارهای اتاق، جلوی در اتاق نیمکت‌های مدرسه ردیف عین کلاس، میلولیدند بچه‌ها توی هم، میدویدند سر و صدا. تلفن خانه جاکس است، پاری افتتاح کردند، این سال هم افتتاح کنند، منتظرند، فرماندار قرار است آید، بحشدار آید، مدیران کلان آیند از زاهدان. یک کیلومتری رفتم به سمت جنوب، سمت راست جاده نخلستانها و بالا دست نخلستانها مظهر قنات خوشمکان. آبی نداشت، به زحمت می شد نصف آب قنات جاکس.
لخت شده بود پیرمردی و رفته بود توی آب قنات سر و تن می شست و خیز کرده بود پیراهن و شلوارش را در آب و چیده بود روی هم کنار آب نمای قنات. چند قدمی میان نخلها چندک زده بود زنی، جلوی پاهاش دیگ و سطرهای پلاستیک، آمده بود آب ببرد. منتظر بود زن. آب قنات هشمکان تمیزتر است، دورش خانه نیست. زنها از سر آن قنات وقتی شلوغ پلوغ است آیند اینجا آب برند برای خوردن. دامادها آوریم اینجا سرشان شوییم بریم خانه عروس. دور تا دور آبنمای قنات نخلها بودند و پایین تر چاله‌ای خشک. استهر است. سابق زیاد بود آب قنات، ذخیره می کردیم. حالا کم است، نرسد به استهر. کم شده است آب، مثل قنات جاکس. مثلا قنات جاکس 14 بیل است، طولش 3 کیلومتر است. خیلی قدیمی است. این قنات هم قدیمی است. پیروک های ده گویند آب قنات چاکس تا اسپکه می رفت. کرت های اسپکه آب می داد. تا اسپکه 24 کیلومتر است. تا چند سال پیش برنج می کاشتند و بند و بساط. حالا همین درخت ها را آب دهد بس. گم شده آب، اطرافش تمیز کردند، نتوانستند بروند جلو. گرفته است، سنگ و گل گرفته است. کاری کنید آقای مهندس، گران است، گرانی است، پول نیست. ملا می گفت، پشتش را کرده بود به پیرمرد که داشت دست و پا می زد در گلاب قنات. نگاه می کرد به درخت کنار 10 قدمی بالاتر از آب نمای قنات. کهن بود درخت، پر از شاخهای خشک و پیچیده و درهم. دو گبر است زیر درخت کنار. میگویند زیارت هست، گویند جن دارد، چوب درخت نمی برند، گویند جنها اذیت کنند. بچه ها را برای دفعه اول آوردند اینجا، گویند زیر درخت سرش باید تراشید، هر کس رود آنجا هر چیز دارد باید گذارد، وگرنه جن آید سراغش. قبلن خوردنی می آوردند، می گذاشتند. رفتیم طرف درخت، سنگچین دو گور زیر شاخه های درخت، وسط شاخه های درخت و پای درخت، باتری و علنگو و مداد پاکن و دگمه و سنجاق و آینه های گرد. اینها بچه ها گذارند، آورند سرشان تراشند، اینها گذارند، روند، جن اذیتشان نکنند. چه شکلی هستند جنها؟ حضرت ملا، به شکل مار می آیند، خودشان با شکل خودشان نمی آیند. یک چوپان شاه برید، داده گوسفندانش، همه گوسفندها مردند. نام هم دارد زیارت؟ ها، گویند زیارت بی بی هور. آب گرم هست همین نزدیکی ها، گویند آن هم زیارت هست. روند گوشت قضا گذارند برگردند، هاهند جنها دور کنند، جن نیاید میان آبادی. آقای دانشور، شما جن دیده اید؟ یک شب می رفتم پیپ، از بمپور راه افتاده بودم، تنها بودم، وسط راه دیدم صدای ساز و دنبک می آمد. رفتم پشت تخت سنگ نشستم، سر و صدا نزدیک شد، صدای سم قاطر و خر هم می آمد، عده‌ای دست می زدن، بعد صدا دور شد، اما من چیزی ندیدم. رسیدم پیپ،
گفتم توی راه چه اتفاقی برای من افتاده؟ گفتند جنها بودن، عروسی جنها بوده. خوب کردی رفتی پشت سنگ قایم شدی. وای نسادی سر راهشون، وای میسادی اذیت آزار میکردن. راننده گفت خودم جن ندیدم اما با جناقم دیده. راننده کمپرسیه، میرفته چابهار نیک شهر رو رد میکنه، میبینه یکی وایستاده کنار جاده، با دستش علامت میده وایسا، وای نمیسته میره. یه نفر دیگه جلوشو میگیره، باز وای نمیسته میره. یه دفعه میبینه یکی پریده روی شیشه ماشین، مشت میزنه به شیشه، میگه عجلم رسیده، اشهدشو میگه، یارو میپره پایین، میره میره چابهار، روز شده بوده. میبینه جای پای طرف مونده رو شیشه، رنگ حناست. جای پا رو که صاحب کمپرسی میبینه میگه شانس آوردی وای نستدی، اینا جنا بودن، جای پاشون رو شیشه پیداست، سم دارن جنا، جای سمشون رنگ حناست. مسکان میگفت وقتی راه میفتی از پیپ به طرف بمپور، قبرستانی هست طرف چپ جاده، کهنه است قبرستان، از دور که نگاه کنی چه از پیپ یا جا کس میبینی، یک نفر شبهای جمعه میآید به گورستان، مینشیند بالای سر یکی از قبرها زیر یک درخت کهور، فانوس روشن میکند، فانوس روشن است تا صبح، اما بروی نزدیک خاموش می شود چراغ. این چه ربطی داره به جنها؟ دانشور پرسید. شاید جنان، تو ندیدی؟ چرا دیدم، اما جن یا غیر جن ندانم. خداحافظی و راه افتادیم که صدا کرد ملا. رفتم، دست کرد توی جیب بغلش، جزوه ای در آورد داد به دستم. این کتابچه ذکری هاست، قول دادم، گشتم، جستم. وفا کرده بود به قولش ملا، قول هم قول ملا. در عوض گفت باید قول بدهی توی شهر، توی آبادی، وسط راه رسیدی، به هر بنده خدا بدهی کتاب چرا بخواند، تا راه را بشناسد، از چاه نرود بیفتد در چاه، به راه راست برود فی سبیل الله. الوعده وفا. و این هم کتابچه ذکریها مرحمتی ملا. پانویس پیوست پایان کتاب، تصاویر این کتابچه و متنش در پایان جلدهای بعدی حکایت بلوچ آمده. ادامه متن. رسیده بودیم بمپور، پشت خاکی تپه کلا، یک پرده بود غروب، سر تا سر ارغوانی، حاشیه ها نارنجی، همچون پیش پرده تاخت و تاز و کارزار بود، حجم سیاه تپه بی سرانجام که تکرار می شد، تکرار تکرار، جلوی پرده غروبان، هر آفتاب، تل تل دیوارها، آوار برچ ها، سوارانی که می تاختند، اسب ها بعضی تا زانو توی خاک و آوار، می تاختند سوارها همچنان، تاخت تاخت، جلو جلو توی هوا، چند تایی برعکس، اسب ها جلو، سوارها به قدر دو تاخت، سه تاخت، عقب اسب ها توی هوا، کل معلق نگونسار، یکی از سوارها یک دستش به نوک دم اسب، یک دستش چرخ میزد توی ارغوانی شامگاه، هی هی میکرد شاید، میگفت وایسا شاید، میتاخت بارگی، کار نداشت به کار سوار، واژگون شده بود، یک اسب افتاده بود روی ماسه و خاک، پشت اسب فرو رفته بود توی ماسه ها،
چهار نعلش میتاختند، چهار نعل توی هوا. معلوم نبود توی آن همه گرد و خاک، شیهه و چکاچک و تراق تراق کجا افتاده بود سوارش؟ تو دمدمای صبح، تو صلات ظهر، تو غروب، اول غروب، آخر غروب آفتاب، فرقی نمی کرد. همین جا بود، پشت کلا غروب، هم اول غروب، هم آخر غروب. پیاده شده بود مسکان آتشی و رفته بود، ولی صداش توی ماشین بود، داشت حرف می زد توی گرد و توی غبار، داشت می گفت قضیه نایب را می گفت. قضیه نایب معروف به سال دیوانگی در سرتاسر بلوچستان. روستایی است در بازمان به نام دراهو در شهرستان ایران شهر. نایب علی اهل دراهو است، فرزند درویش خان دراهویی، از طایفه شهلی بر. حدود سالهای 1320 قیام می کند نایب علی و مدعی کرامت می گردد در آبادی دراهو. راه می افتد در کوچه و بازار، به هر بند خدایی که می رسد می گیرد جلوش را و می پرسد تی رب کی انت، یعنی رب تو کیست. تا می آید فکری کند طرف جوابی دهد، مهلت بی مهلت دستی می زند نایب بر پشتش محکم و به همان ضربت دست دیوانه می شود طرف. شروع می کند به های و هوی، عربده می کشد و حمله می کند به مردم، گاز می گیرد مثل سگ هار، آنچنان که چندین و چند نفر اهل آبادی تلف می شوند در اثر زخم گازهای مریدان نایب علی که نمی شناختند سر از پا. بالا می گیرد کار نایب علی، جماعتی راه می افتند دنبال نایب، از این روستا به آن روستا، عربده می کشند، هیاهو می کنند، گاز می گیرند، به وحشت می افتند مردمان روستاها، فراری می شوند جمعی و جماعتی پنهان می شوند در خانه ها. مادر پیر آقای آتشی چنین نقل می کند برای آقای آتشی در شرح واقعه نایب علی: پدرت ژاندارم بود در مسکوتان، شنیدیم مردی به نام نایب علی بلند شده است در بزمان و بیشتر مردم را دیوانه کرده است و داستان کرامات نایب علی به سر زبان پیر بود و جوان در مسکوتان، و خبر می رسید پشت خبر که دارد می آید نایب به طرف مسکوتان. یک ماهی طول نمی کشد که سر و کله نایب علی پیدا می شود در مسکوتان. 30-40 نفر دهانها پر کف هیاهو کنان دنبال نایب علی می دویدند، می رفتند در خانه ها، در می زدند، اگر در را باز نمی کرد صاحب خانه به زور وارد خانه می شدند، صاحب خانه را بیرون می کشیدند. راه می افتاد دنبال نایب علی که هیچ، وگرنه دستی می زد نایب بر پشت صاحب خانه، زدن دست همان و دیوانه شدن مرد بیچاره همان. داخل مریدان می شد، قال و قیل و دشنام، و راه می افتاد دنبال نایب علی و گاز و گاز. یک روز صبح خبر رسید که عموی تو، پسر عمه تو و چند ژاندارم پاسگاه مسکوتان دیوانه شدند به دیدن نایب علی. سوار تفنگ های برنو شدند، لوله تفنگ ها دستشان، قنداق تفنگ ها روی خاک، یعنی اسب، تاخت و تاز می کنند در کوچه های مسکوتان. وحشت کرده بودیم، دعا می کردیم، می گفتیم اگر پدرت هم دیوانه شود دنبال نایب علی راه بیفتد، عاقبت ما که قریب بودیم در شهر مسکوتان چه خواهد شد. زنها و بچه های باقی درجه داران ژاندارمری مسکوتان هم وحشت کرده بودند، چیزی نمانده بود قالب تهی کنند از ترس. زنها و بچه ها جمع شده بودیم در یک خانه،
گزلی که بزرگی دست گرفته بودیم و منتظر بودیم ببینیم چه می شود سرنوشت ما، که دیدیم پدرت تفنگ در دست وارد خانه شد. گفت پاسگاه ما خلع سلاح شد، بیشتر ژاندارم ها تفنگ ها را برداشتند، سوار تفنگ ها شده اند و راه افتاده اند دنبال نایب. من قسم خوردم اگر نایب به من نزدیک شود یک تیر برنو نثارش می کنم. پدرت گفت که برادرم و خواهرزاده ام به دیدن نایب دیوانه شدند، راه افتادند دنبال نایب علی سوار بر تفنگ ها. هر چه اصرار کردم برگردید نشد که نشد، دست نایب علی خورده بود به پشت آنها، دیوانه شده بودند، هیچ حرفی نمی رفت به گوششان، ولی من نگذاشتم دست نایب به من بخورد. تفنگم را برداشتم و آمدم. داشت پدرت صحبت می کرد که دیدیم حدود 30-40 نفر پیر و جوان دارند می آیند طرف خانه ما. کف کرده بود دهان همه، چیچال می کردند، یعنی های هوی می کردند. فهمیدیم عموی تو به نایب گفته است که برادرم نیامد همراه ما، تفنگش برداشت و رفت خانه. برویم او را هم از خانه بیرون بکشیم تا مرید تو شود. پدرت گلنگدن تفنگ کشید، قسم خورد، گفت اگر یک قدم نزدیک تر بیایید اولین کسی که تیر می کنم نایب علی است. نایب فریاد زد عبدالله بیا بیرون، بیا برویم. پدرت گفت قسم خوردم حرف همان حرف است، نزدیک نیا. نایب باز پدرت را صدا کرد 3-4 بار، پدرت همان جواب را داد. لوله تفنگ را هم نشانه گرفته بود وسط سینه نایب. برگشت نایب و رفت، مریدان هم رفتند، خارج شدند از مسکوتان و راه افتادند طرف اسپکه. پدرت ماند در مسکوتان، پاسگاه را نگه داشت به کمک 2-3 ژاندارم. بعد از 2 روز فرمانده پاسگاه آمد از ایران شهر، عموی تو، پسر عمت و باقی ژاندارم های دیوانه را اخراج کردند، تشویق نامه داد به پدرت. ولی هر روز بیشتر از روز پیش بالا میگیرد کار نایب، تا آنجا که ناچار می شود حکومتی قشونی بفرستد. محاصره می شود نایب و مریدان در ایران شهر، جنگی در می گیرد، نایب اسیر می شود، محاکمه صحرایی و تیرباران می گردد و تمام. بعد از تیرباران نایب پراکنده می شوند پیروان نایب، رفته رفته کم می شود جنونها، عاقل می شوند و مشغول می شوند به کار آبا و اجدادی، کشت و زرع و رفتن دنبال رمک ها. آن سال معروف می شود به سال دیوانگی در بلوچستان. هر کس در آن سال به دنیا می آید مردم می گویند فلانی متولد سال دیوانگی است، یا در سال دیوانگی رفته است از دار دنیا، یا کشته شده است در سال دیوانگی، یا 2 سال پس از سال دیوانگی تیر شده است. و چنین افزود بر واقعه نایب آقای ثابت دانشور پیپ. شیعه بود نایب، از طایفه شهلی بر که بامری هستند. می گفت نایب امام زمانم، تبلیغ می کرد در آبادی های گرداگرد دراهوی بزمان، و کلی مرید نایب شده بودند و طرفدار نایب، حتی جماعتی از اهل سنت لاشار و بنپور. مخالف آشتی ناپذیر دود بود و در آن روزگار چلیم تنها دود رایج بود در بلوچستان. تا چشمش می افتاد به چلیم دستور میداد میریختند مریدان و چلیم را میشکستند. میدید کسی چلیم میکشد اشاره‌ای و میریختند مریدان و گاز میگرفتند چلیمی را.
آنچنان گاز می گرفتند که ممکن بود تلف شود. وقتی وعظ می کرد نایب از خود بی خود می شدند اصحاب و به اشاره نایب هجوم می بردند طرف دشمنان و گاز و گاز. خیلی بلیغ بود نایب و کرامتی که مدعی بود همین بلاغتش بود و بی همتا بود در این فن. اواخر دوره رضاشاهی طرفدار زیاد پیدا می کند. دولت ناراحت می شود. روحانیون فشار می آورند به دولت. پیغام می کند دولت. چاره نمی کند. نصیحت می کند. چاره نمی کند. سرانجام به وعده و وعید بیرونش می کشند از نهانگاه و حلقه مریدان. دستگیر می شود. می آورند برابر قلعه ایران شهر. می کشندش به دار برای عبرت مریدان و معتقد بودند مریدان که تیر تفنگ اثر نمی کند در نایب و تیر بست است. مردمان بلوچستان وقتی می خواهند واقعه یا داستانی را نقل کنند می گویند همان زمان اتفاق افتاد که نایب قیام کرد، یا به لهجه بلوچی نایب پای حد و به لهجه دیگر بلوچی نایب پا و تکه. پایان جلد سوم حکایت بلوچ.